در حالی که گزارش ها حکایت از ادامه درگیری ها در حلب دارد، شورشیان مسلح مسئولیت انفجار روز چهارشنبه در نزدیکی هتل محل سکونت ناظران حافظ صلح سازمان ملل در دمشق را بر عهده گرفتند. گزارش ها همچنین حکایت از درگیری و وقوع چندین انفجار در محله های سیف الدوله و صلاح الدین در حلب دارد. از مکه نیز گزارش می رسد رهبران 57 کشور عضو سازمان کنفرانس اسلامی برای بحث و گفتگو در مورد بحران سوریه گرد هم آمدند. تحلیلگران اقدام ملک عبدالله پادشاه عربستان سعودی در نشاندن محمود احمدی نژاد رئیس جمهور اسلامی ایران در کنار خود را نشانه مثبتی از تلاش برای ایجاد تفاهم میان کشورهای شیعه و سنی به منظور حل بحران سوریه دانستند. همزمان روسیه و چین نیز دوباره تاکید کردند هر قطعنامه‌ای که سوریه را در شورای امنیت محکوم کند وتو خواهند کرد.